هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین. سلام و درود بر شما عزیزان. در معرفی مشاهیر کانال هدهد امروز به سراغ شاعر معروف کوچه ها می رویم. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم. نگسستم، نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. زندگی نامه فریدون مشیری. فریدون مشیری در سیوم شهریور ماه 1305 خورشیدی، یعنی تقریبا همان زمانی که رضا شاه پهلوی تاج سلطنت ایران را بر سر گذاشته بود، در خیابان عین‌الدوله تهران و در خانه‌ای که بوگ میهن‌پرستی و دوستداری شعر و ادب از آن به مشام می‌رسید، به دنیا آمد. فریدون مشیری با حکایات سعدی، غزلیات حافظ و حماسه فردوسی بزرگ شد. زمانش فرا رسید که به دبستان برود. سال 1311 بود. پدرش او را در دبستان ادب که پشت مسجد سپهسالار قرار داشت ثبت نام کرد. او با سیاوش کسرایی، شاعر ناماشنا، هم کلاس بود. دو سال بعد به علت مأموریت کاری خانواده مشیری رهسپار مشهد شد. فریدون مشیری سال 1313 در دبستان همت تحصیلاتش را ادامه داد. در مدت 7 سالی که در مشهد بودند، فریدون دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. سپس وارد دبیرستان شاه رضا شد. سال اول دبیرستان را در مشهد سپری کرد.
به گفته خود مشیری در سال 1320 که ایران دچار آشفتگی هایی بود و نیروهای متفقین از شمال و جنوب به کشور حمله کرده و در ایران بودند، ما دوباره به تهران آمدیم و من به ادامه تحصیل مشغول شدم. دبیرستان و بعد به دانشگاه رفتم. با اینکه در همه دوران کودکی از استخدام در ادارات و زندگی کارمندی پرهیز داشتم، ولی در سن 18 سالگی همزمان با تحصیل در سال آخر دبیرستان به استخدام در اداره پست و تلگراف در آمدم. در سال 1320 بود که شعر فردای ما از فریدون مشیری در روزنامه ایران ما به چاپ رسید. سپس در آموزشگاه فنی وزارت پست و تلگراف مشغول تحصیل شد. روزها به کار می پرداخت و شبها به تحصیل ادامه می داد. کار اداری از یک سو و کارهای مطبوعاتی از سوی دیگر در ادامه تحصیلش مشکلاتی ایجاد می کرد. مشیری اما کار در مطبوعات را رها نکرد. از سال 1332 تا 1351 مسئول صفحه شعر و ادب مجله روشنفکر بود. این صفحات که بعدها به نام هفتار چنگ نامیده شد، به تمام زمینه‌های ادبی و فرهنگی از جمله نقد کتاب، فیلم، تئاتر، نقاشی و شعر می پرداخت. بسیاری از شاعران مشهور معاصر اولین بار با چاپ شعرهایشان در این صفحات معرفی شدند. مشیری تنظیم صفحه شعر و قسمت ادبی مجله سپید و سیاه و زن روز را نیز بر عهده داشت. معروفترین اثر فریدون مشیری شعر کوچه نام دارد که در اردیبهشت 1339 در مجله روشنفکر چاپ شد. این شعر از زیباترین و عاشقانه‌ترین شعرهای نوع زبان فارسی است. فریدون مشیری در سال 1350 به شرکت مخابرات ایران انتقال یافت و در سال 1357 از خدمت دولتی بازنشسته شد. در سال 1376 فریدون مشیری به دعوت دوستدارانش سفری به اروپا و ایالات متحده امریکا کرد و هر جا که پا می گذاشت مورد استقبال ایرانیان مقیم خارج قرار می گرفت. فریدون مشیری با وجود ضعف جسمانی و اینکه تحت نظر پزشک بود، در شب‌های شعری که برای او ترتیب داده می‌شد شرکت می‌کرد و بدون احساس خستگی 2 ساعت و گاه بیشتر برای علاقه‌مندانش شعر می‌خواند و فقط در ایالات متحده در 24 شهر برنامه اجرا کرد. زنده یاد مشیری درآمد آخرین شب شعرش را در آمریکا به سازمان کمک به معلولین کهریزک اختصاص داد و با وجود کسالت در این جلسه که در شب 11 ژانویه 1998 در لس آنجلس برگزار شد حضور یافت. آن شب مبلغی در حدود 12,000 دلار جمع‌آوری شد که نیمی از آن از فروش اشعاری بود که زنده یاد مشیری به خط خود می نوشت و به علاقمندانش هدیه می داد. فریدون مشیری در شبهای دیگر چنین کاری نکرد و تنها برای کمک به بیماران و دردمندان حاضر شد که خط و شعر خود را بفروشد. جالب است بدانید که آن شب یکی از اشعار فریدون را خانمی به مبلغ 1,000 دلار خریداری کرد. فریدون مشیری همچنین در سال 1378 طی سفری به سوئد در مراسم شعرخوانی در چندین شهر از جمله استکهلم و گوتنبرگ شرکت کرد. فریدون مشیری سالها از بیماری رنج می برد و در بامداد روز جمعه 3 آبان ماه 1379 خورشیدی در سن 74 سالگی در تهران درگذشت. آشنایی فریدون مشیری با موسیقی. آشنایی و علاقه به موسیقی در مشیری را باید در سالها قبل پیگیری کرد. سالهای نوجوانیش
فضل‌الله بایگان دایی فریدون بازیگر تئاتر بود و منزلش در خیابان لاله‌زار قرار داشت. در آن سالهایی که از مشهد به تهران می آمدند، هر شب موسیقی گوش می کردند. مهرتاش مؤسس جامعه بار بود و زنده‌یاد ابوالحسن سبا از دوستان فضل‌الله بایگان بودند و شبها به نواختن سه‌تار یا ویولون می پرداختند. و فریدون که در آن زمان 14-15 سال بیشتر نداشت با دقت به این موسیقی گوش می داد. فریدون مشیری توجه خاصی به موسیقی ایرانی داشت و در پی همین دلبستگی در سال 1350 عضویت شورای موسیقی و شعر رادیو را پذیرفت و در کنار هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی و عماد خراسانی سهمی به سزا در پیوند دادن شعر با موسیقی و غنی ساختن برنامه گلهای تازه در رادیو ایران را داشت. علاقه به موسیقی در مشیری به گونه‌ای بوده است که هر بار سازی نواخته می شده مایه آن را می گفته، مایه شناسیش را می دانسته، بلکه می گفته از چه ردیفی است و چه گوشه ای، و بارها شنیده شده که تشخیص او در مورد برجسته ترین قطعات موسیقی ایران کاملا درست و همراه با دقت تخصصی ویژه‌ای بوده است. سبک شعری فریدون مشیری. فریدون مشیری از دوران خردسالی به شعر علاقه داشت و در دوران دبیرستان و سالهای اول دانشگاه دفتری از غزل و مثنوی ترتیب داد. آشنایی با قالب‌های شعر نو او را از ادامه شیوه کهن باز داشت، اما راهی میانه را برگزید. فریدون مشیری شاعری صمیمی و صادق که شعرش آینه تمام نمای احوال و صفات اوست. کلام مشیری منزه و محترم است. فریدون مشیری شاعری است ادیب که در همه حال حرمت زبان و اهل زبان را حفظ کرد. اندیشه هایش انسان دوستانه و نجیب است و برای احساسات و عواطف عاشقانه از لطیفترین و زیباترین واژه ها و تعبیرها سود جست. فریدون مشیری نه اسیر تعصبات سنتگرایان شد، نه مجذوب نوپردازان افراطی. راهی را که او برگزید همان حالت نمایان بنیانگذاران شعر نوین ایران بود، به این معنا که او شکستن قالب‌های عروضی و کوتاه و بلند شدن مصرع‌ها و استفاده بجا و منطقی قافیه را پذیرفته و از لحاظ محتوا و مفهوم هم با نگاهی تازه و نو به طبیعت، اشیا، اشخاص و آمیختن آنها با احساس و نازک اندیشی های خاص خود به شعرش چهره‌ای کاملا مشخص داده بود. فریدون مشیری در دوران شاعری خود در هیچ عصری متوقف نشده، شعرش بازتابی است از همه مظاهر زندگی. او ستایشگر خوبی، پاکی، زیبایی و بیانگر همه احساسات و عواطف انسانی بوده و بیش از همه خدمتگزار انسانیت است. دکتر عبدالحسین زرینکوب درباره فریدون مشیری گفته است: با چنین زبان ساده، روشن و درخشانی است که فریدون واژه به واژه با ما حرف می‌زند. حرف‌هایی که مال خود اوست، نه ابهامگرایی رندانه. شعر او سخن شاعری است که دوست ندارد در پناه جبهه خاص، مکتب خاص و دیدگاه خاص خود را از اهل عصر جدا سازد. او بیریا عشق را می ستاید، انسان را می ستاید و ایران را که جان او به فرهنگ آن بسته است دوست دارد. گفته های فریدون مشیری. یاد داشتی درباره شعر نو. سر و صدایی که این روزها در اطراف شعر فارسی برخاسته است بزرگترین دلیل اهمیت موضوع است. مردم این مملکت نمی توانند
به سرنوشت شعر پارسی بی علاقه باشند و به همین دلیل حق دارند بیش از اینها در اطراف آن گفتگو کنند. هنگامی که به تاریخ گذشته این سرزمین نظر می افکنیم، با وجود پادشاهان کشورگشا و سرداران لشکرشکن، چهره های درخشان و تابناک شعرای بزرگ است که بر پیشانی آثار و قرون می درخشد و گوشه های تاریک روزگاران کهن را روشن می کند. وجود این ستاره های درخشان است که این ملت از دیر زمان شعر را دوست می دارد و به شعر عشق می ورزد و گاهی این عشق ورزی به آنجا می رسد که معشوق تا اعماق روح عاشق نفوذ می کند و جزئی از وجود او می شود. در این عصر موافق احتیاجات زمان شعر پارسی نیازمند تحول بود و این تحول را شعرای هنرمند در کمال مهارت انجام دادند و شعر وارد مرحله نوینی شد و دارای افق وسیع‌تری آنچنان که باید گردید. این کار آسانی نبود. ایرانی پس از آنکه برق به بازار آمد چراغ نفتی را فراموش کرد، رادیو را زود پذیرفت و از آن استقبال کرد. اگر چند روز دیگر دستگاهی به جای رادیو اختراع شود، می تواند رادیو را فراموش کند، ولی شعر را نمی توان ناگهان از او گرفت و لاتعالی بی سر و ته به نام شعر تحویلش داد و او را وادار کرد همچنان که غزلهای شیرین سعدی و حافظ را دوست می داشته، آنها را هم دوست بدارد. باید تحولی را که در شعر ایجاد شده است تا مدتی با ملایمت و مهربانی حفظ کرد و جلو رفت. شراب خوب را چه در جام عقیق، چه در لیوان بلور و چه در فنجان طلا، حتی اگر در کف دست بریزیم و بنوشیم، مستی می دهد. شعر خوب حکم همین شراب را دارد. در هر قالبی که بیان شود در روح تأثیر می کند، ولی اگر آب را در جام عقیق یا هر ظرف دیگری به نام شراب و به امید مست شدن بنوشیم، خودمان را فریب داده ایم. خاطرات محمود طلویی از فریدون مشیری. محمود طلویی در کتاب چهره ها و یادها بخشی را به فریدون مشیری اختصاص داده و به بیان زندگی نامه و خاطرات شیرین و خواندنی از زنده یاد مشیری می پردازد. فریدون مشیری در 4 سال آخر عمر خود از بیماری های گوناگونی رنج می برد، ولی هرگز خم به ابرو نمی آورد و گله و شکایتی نمی کرد و با اینکه می دانست بیماری او علاج ناپذیر است، شعرهایش همچنان سرشار از عشق، امید و نودوستی بود و روح میهن پرستی در آن موج می زد. یک هفته قبل از فوت در یک مجلس عروسی مردی به او نزدیک شد و گفت: آقای مشیری، همسرم عاشق شعرهای شماست و می خواهد شما را از نزدیک ببیند. ممکن است با من بیایید و او را ببینید؟ فریدون که پاهای ورم کرده اش را روی صندلی گذاشته بود گفت: وزن مرا که می بینید، اگر ممکن است ایشان اینجا بیایند. مرد که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: آخر او دچار بیماری MS است و نمی تواند حرکت کند. فریدون دیگر تأمل نکرد و با همان پاهای ورم کرده و حالی نزار از جا بلند شد و همراه مرد برای دیدن همسر او رفت. نیم ساعتی در کنارش نشست، با او صحبت کرد و برایش شعر خواند و وقتی برگشت چشمانش پر از اشک بود. فریدون مشیری به یکی از انجمنهای ادبی به نام انجمن آفتاب که خودش بنیانگذار آن بود علاقه بسیاری داشت و نخستین دوشنبه هر ماه در حال بیماری هم در جلسات آن حضور می‌یافت.
صبح دوشنبه سوم آبان 1379 به خانم زیایی که جلسات انجمن در منزل او برگزار میشد گفت: پاهایم طوری ورم کرده که فکر نمی‌کنم بتوانم در جلسه شرکت کنم و با وجود این سعی خواهم کرد. بعد از ظهر همان روز حالش بحرانی شد و به بیمارستان انتقال یافت و صبح روز بعد در سن 74 سالگی درگذشت. جنازه او از تالار وحدت با حضور هزاران نفر از علاقمندانش تشییع شد و مجالس یادبود متعددی در داخل و خارج از کشور به مناسبت درگذشت این بزرگوار برگزار شد. آنچه که من در فریدون مشیری یافتم، او را انسانی دیدم با تمام صفاتی که یک انسان میتواند داشته باشد. او یک ایرانی بود با تمام صفات و وجناتی که در یک ایرانی اصیل میتوان یافت. در چهرهش همیشه آرامشی موج میزد و آن چیزی نیست جز گواه یک روح سالم در پس چهره فریدون مشیری. میگویند در نوجوانی در وجود انسان یک حس نودوستی پدید میآید و با گذشت زمان آتش نودوستی در وجود انسان کمرنگ می شود یا به نوعی دیگر تعریف می شود. اما من می گویم که فریدون مشیری یک استثناء بود و هرچه زمان می گذشت احساسش به هم نوع بیشتر می شد. روح ظریف فریدون توان تحمل ظلم و استبداد را نداشت و او پاک سرشتی بود که تحمل آلودگی و پلیدی را هم نداشت و با قلمش به پیکار اهریمن زشتی ها و پلیدی ها رفت. من به عنوان کمترین دوستدار زنده یاد فریدون مشیری فکر می کنم که اوج اشعارش جاییست که درد عاشق و بیوفایی معشوق را توصیف می کند و واقعا زیبا و پر از احساس است. و اگر بخواهم جان مایه شعر زنده یاد مشیری را تعریف کنم، همانا عشق نیکو سرشتی، نو دوستی و میهم پرستی خواهد بود. انتخاب اشعار از دیوان قطور استاد همچون به روی کاغذ آوردن زندگی پربارش کاریست بس دشوار. با این حال چون بهاری سرایی سنتی کهن در ادب فارسی است و معمولاً بیشتر شاعران ایرانی در خصوص بهار و نوروز شعری سروده اند، کلامم را با شعر نرم نرمک میرسد اینک بهار زنده یاد فریدون مشیری به پایان میرسانم. بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال قنچه های نیم باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من، گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی بینی به جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید تهیست، ای دریغ از تو اگر چون گل نرخصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار،
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. ممنون از شما عزیزان که در کانال هدهد با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین.